دولتی شدن کمیته گزینش و پرسش ها در مورد اصلاحات انتخاباتی. بر اساس فرمان تازه رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی، اعضای کمیته گزینش، رؤسای دو مجلس شورای ملی، نماینده ستر محکمه، نماینده کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، نماینده کمیسیون حقوق بشر و دو نماینده از نهادهای جامعه مدنی است. با همین ترکیب آیا از کمیته گزینش توقع اصلاحات در سیستم انتخاباتی می رود؟ سلام به برنامه خط کابل، خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانان ما آقایان یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا، و آقای داوود اساس، مشاور ریاست اجرایی. بسیار خوش آمدید مهمان عزیز. آقای اساس، شما که از زمان تاسیس حکومت وحدت ملی بیشتر روی اصلاحات انتخاباتی تاکید داشتین، در تازه ترین اتهاماتی که از سوی یک عضو اصفری کمیته گزینش آقای فهیم دشتی بر ریاست اجرایی وارد شده، گفته که ریاست اجرایی توانمندی و ظرفیت اصلاحات انتخاباتی را نداره و بیشتر زیر تاثیر حکومت حرکت کرده، فکر میکنید که چرا ریاست اجرایی موقف محکم در مورد ترکیب کمیته گزینش نداشته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ریاست اجرایی لکه وقت تاسیس اول د مخکې د حکومت د تشکیل د ملي وحدت د حکومت د تشکیل مخکې د دې اراده درلوده چې باید په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راوستل سي، چې بیا موږ ونه کولای سو چې بیا خدای نخواسته داسې انتخابات ته ولاړو لکه تېر انتخابات ته. زه وایم ریاست اجرایه د دې توان او د دې لري، خو حکومت د ملي وحدت حکومت ځینې دا دي چې په هغه باندې باید څغاله کشیده. نه، اگر ریاست اجرایه توانمندی داره، پسی کمیته خو کمیته زمان آقای کرزی است. بله. کمیته ای که در نتیجه همین انتخابات 2014 با همین بحران مدیریت شد. حال توقع حکومت، توقع مردم از حکومتی می رفت که این بار متفاوتر حرکت بکنه. حال هم همون ترتیب است. پا تیر کمیته دا گزینش که چه کم عذاوی دا دیولو حالت په دولت کې د دې اراده نه ولا په حکومت او په دولت کې د دې اراده نه. اما به این ترتیب که اراده شما هم زیر سوال میره. دلته زه وایم خبره په دې ځای کې ده چې دلته د حکومت دوو مشرانو سره، خصوصا د رئیس صاحب اجرایه سره او د رئیس صاحب جمهور سره، اصلاحات په نظام د انتخاباتو کې او د دنیا سره باید اصلاح د نظام د انتخاباتو وسي. دلته اراده موجوده ده. اما اراده چیگونه موجوده است آقای اساس؟ زمانی که دو رئیس مجلس مجلس سنا و مجلس نمایندگان عضو یک کمیته گزینش است و در حالی که خودشان یکی از طرفای انتخابات پارلمانی خود بودند، شما چگونه به این باور دارین که اول خویی مستقل باشه و باز در حکومت اراده وجود داشته باشه با این ترکیب؟ دلته مشکلات داده که موږ وګورو دو مجلسان و رئیسان ته، هر دواله مجلسونه د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي، بیا هغه د افغانستان د خلکو د نمایندګانو ریاست په غاړه واچولی ده. نو که موږ وکړو قاضل کوزات د افغانستان د یوې قوه مشر، که موږ ووایو چې دې ته چې دا به غلطه پرېکړه کوي، یعنې شما به یې باور هستئ که ترکیب اصلاحات ورته کرده بتونه؟ موږ پر دې باندې کوشش کوو. نه، یکی کوشش است، یکی همې فرمت دا نه ده، دا مشخص نه ده چې دې کوم نفر مشخص کړو ریاست جمهوریت، هغه به ووایو چې دا کسان دي. ګوره هغه همین ترکیب ایجاد شده، ترکیب باندې ګوره، ترکیب بلته ماده ته ترکیب کې 25 کسه ریاست جمهوریت وړاندې کیږي، په هغه کې به رئیس جمهور او رئیس اجرایه مشوره کوي چې کوم کسان واقعا ور دي. اما نه، دلیل که ترکیب گذشته بیشتر مورد بطلان قرار گرفت و ترکیب جدید شکل گرفت، فکر میکنید اگر گپ کاسه در نیم کاسه نباشه چرا ترکیب ما و شما مشکل داشتیم؟ ترکیب پیش که بود یو واقعا یک ترکیب بود که مردم افغانستان سرشان کنات کرده بود. خب بعضی اشخاص هست در داخل دولت، یعنی شما هم میپذیرین در داخل حکومت هست که نمیخواد که نظام انتخاباتی اصلاح شود؟ یعنی شما هم میپذیرین که ترکیب اصلاحات وارد کردن خطا نیست؟ میتونه به او اندازه که او می وارد میکرد به این اندازه نیست. سپاس دارم آقای رشید. ترکیبی که در کمیته گزینش اکنون مد نظر گرفته شده دقیق ترکیبی است که اعضای کمیسیون موجود تعیین کرده بود زمان آقای کرده، اما ترکیب فکر میکنید که این ترکیب اول بتونه که اصلاحات وارد بکنه، دومی که واقعا حکومت دنگی سوی نیت نداشته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و عرض سلام خدمت شما اساس و همچنان بینندگان محترم. من متاسف هستم چون این مسیری که طی شد در ظرف یک نیم سال با تمام چالش ها، بنبست ها و بلندی ها و پسی هایی که از طرف دولت حکومت تای شد، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ایجاد شد، بسای پیشنهادی دریافت شد، سشکا صورت، بالاخره توقف ما روی امون نکته قبلی قرار گرفت. یعنی ما اگر سنجش بکنیم که اصلاحات بالاخره نتیجه چی شد،
ما صرفا میبینیم که با اضافه یک نفر از نهادهای مدافع حقوق زنان در این کمیته دیگر هیچ نوع تغییر نمیبینیم. تقریبا اشخاص هم اشخاص گذشته هستند که در کمیته که فعلا اعضای کمیسیون انتخاب کردن یا لیست برای جمهوری روان کرده بودند در اون زمان، امو چهره ها هستند، امو نهادها هستند و بالاخره امو میکانیزم است. حکومت چیزی که برای مردم وعده داده بود به نام آوردن اصلاحات بنیادین در سیستم انتخاباتی متاسفانه خلاص میشه و محدود میشه در بحث اینمی کمیته گزینش و بالاخره از این ما پیش هم تابال نرفتیم و رفتم نتانستیم. فرمان قبلی رد شد، حکومت به عوض از اینکه روی راه های اساسی که بتونه همین مسئله رو حل بکنه به او نپرداخت، رفت دنبال دلیلی که بیشتر یک تغییر در ترکیب کمیته گزینش صورت گرفت. فکر میکنید که از این تغییر حکومت چی هدف را دنبال میکنه؟ واقعا میخواد که بار دیگر سلیقه گرایی بکنه و یا هم آنچه که استدلال میشه؟ ببینید دو موضوعی که به وضوع پیدا میشه از این مسئله فرمان، یکی تعداد کمیشنرها که در بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی 7 نفر بود، رئیس جمهورم در فرمان قبلیش 7 نفر برای کمیسیون انتخابات منظور کرده بود و او را توشیح کرده بود، دوباره به 9 نفر افزایش پیدا کرده. این خود میرسانه که شاید بحث تقسیمات یکی از مشکلات بوده که به 7 نفر نمیتونستن که بالاخره یا جرامت بکنن، دوباره میره به 9 نفر رئیس جمهور، معاونینش، رئیس اجرایی، معاونینش و هم پارلمان افغانستان. بنان اینجا شما میخواین بگین که زمینه تقسیم کمیسیون انتخابات هیچ دلیل نه، چرا 7 نفر دوباره 9 نفر میشه؟ زمانی که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را به بسیار مشکلات ایجاد میکنن، بسته پیشنهادی از صورت دریافت میکنن، قبول میکنن، 7 نفر بود، چرا 9 نفر میشه؟ و سوال ما از حکومت این است که با کدام دلیل؟ آخه اساس با کدام دلیل و واقعا شما میخواین کمیسیون انتخابات تقسیم بکنین بینتون؟ نه، هیچ وقت به هیچ وقت ته اجازه ده دیواز نکو. اما کنون که اجازه داده شده؟ نه، ته تقسیم مخ پاته ده. ما در طول چه واس پنزیویس کسه رئی جمهور تور پیشندل کهیش آلتا پا که کم پرمان چه ورکل سویده پا که معلوم مشخص دی. چه کسر کم اشخاص کولا سی چه خپل نویسی وکی آلتا. خپل زن راجستر که. اما چی زمانتی وجود داره که امین ترکیب بیشتر افراد را وارد سیستم نکنه که بیشتر باز هم امو زمین تقسیم در داخل حکومت هم فراهم شد؟ دواله کریاست اجرایی و کریاست جمهور مشت رشت صاحب اجرایی هر کار کرده داغه دا افغانستان دا خلق سره پا مشوره چی؟ هیچ وقت داده دا وعده دا چی هیچ وقت بزه چه تا دی اجازه ور نکمه چی پا کمیسیونون دا انتخاباتو که تقسیم رسه. اما اکنون که اجازه داده شده زمان چی ما میگین که ترکیب پیشین خوب بود نسبت به این ترکیب و اکنون تصمیم گرفته شده، فکر نمیکنید که واقعا اول خو اجازه داده شده، دومی که ریاست اجرایی هم در این معامله شریک است؟ مشکل پدې ځای کې د ګورې د افغانستان پارلمان کوم پرمانسول هغه رات کوي. د دلته ګور په افغانستان کې مشکل دا ځای د سیواز حکومت کې مشکل نه، مشکل په دولت کې ده. که مشکل په دولت کې نه وای یوازې حکومت ته به نو پارلمان هغه فرمان تایید کړی وای. اصلا گفته میشه که مشکل اصلی در حکومت است، رد و فرمان هم بر اساس لابی حکومت صورت گرفت. خوب اگر ما شما ببینیم که پارلمان لابیای حکومت باشه، خب باز پارلمان گفته نمیتونیم، باز یک شعبه دولت حکومت باید برشان بگیم که یا خودشان پارلمان میگه، خودشان نماینده مردم باز میگه، باز به قول حکومت یک فرمان رد میکنه. فکر میکنین که او رو باز پارلمان گفته نمیتونه؟ نه، زمانی که شما هم ملاحظه دارین در ترکیب موجود میگین که ترکیب گذاشته نسبت به ترکیب خوب فعلی خوب میتونه کار بکنه، چی دلیل باعث است ریاست اجرایی ترکیب قبول کنه؟ ما فکر میکنم که شرایط افغانستان و پارلمان، اما شرایط افغانستان بیشتر این ترکیب زمینه تجربه تجربه‌ای که موجود است، بیشتر شما یک بار دیگر یک پروسه را به بحران سوق ما شما انتخابات ولسی جرگه باید برگزار کنیم، برای وقت به وقت بسیار کم است و مشکل ساز اصلا پارلمان افغانستان بود نه حکومت افغانستان. یعنی شما میخواین که باج داده به پارلمان؟ به پارلمان باج داده شده، این واقعیت است. اگر ما نگوییم دنیا میپامه که چی ده تا او وقتی که رئیس اما فکر نمیکنید که در این باج دادن بیشتر مستقل بودن کمیته گزینش زیر سوال بردین؟ ما فکر میکنیم که باز اوج نفری که هست باز دو نفر نمیتونه که این مردم دیگه کل گره به اما موره های دیگر هم بر اساس تاریخ حکومت تعیین شده. ما فکر میکنیم که دیگه موره ها را که ما و شما ببینیم کازل کوزات تغییر کرده، زو وقت کازل کوزات یک رئیس یک کوی مستقل است و دیگه اون نیادایی که در خوجه هست، ما فکر نکنیم که اینمی بخواهی که یک چیزی خراب بود. آقای رشید، شما فکر میکنید که تنها باج دادن به پارلمان بود و یا هم خواست حکومت بود که باید اعضای پارلمان به داخل کمیته گزینش شود؟ اما گپ پیشتر ماست که تقریبا مسئله سهمگیری و مسئله گراوگونگیری است که
ای کاش که این پروسه باز اما خواهی اساس میگه که اجازه داده نخواهد شد از طرف ریاست تیم خب زمانی که کمیته تشکیل شد در روز صورت به حساب ما دیگه باید منتظر کارکرد از او باشیم چی زمانتی وجود داره که بالاخره بر اساس اجازه داده میشه داده نمیشه آنها هستن که بالاخره بر اساس ترکیب خود بر اساس مکانیزم فیصله میکنن اما ایره باید سرش تاکید بکنیم که امکان معامله همیشه موجود است هیچ ضمانتی موجود است که بالاخره جلوگیری بکنن در گذشته یک توازن موجود بود در کمیته قبلی توازن بین نهادهای دولتی و غیر دولتی موجود بود حداقل این فرصت موجود بود که سر صدای نهادهای مدنی بلند شود بالاخره محدود بسازه امو خطرات حذف یکی از نماینده های رسانه ها را هم در کمیته گزینش بیشتر نمونه همین سناریو میبینیم دقیقاً و این بیشتر حال به یک کمیسیون طولانی تبدیل شده که چند نفر حضور دارند و ما باید بگم که تقریبا همه چهره هاست رئیس کمیسیون حقوق بشر رئیس سنا رئیس به مجلس ولسی جرگه رئیس به کمیسیون اصلاحات اداری یعنی چهره های گذشته حتی نماینده جامعه مدنی بنان ما صرفا تغییر در دو سه چهره داریم و باز هم امکان میکنیم سابقه است یعنی شما فکر میکنید که امی کمیته زمینه ساز حل بحران های آینده باشه یک موضوع امروزی است که بالاخره اینها موفق شدند که یک لیست را ترتیب بکنن برای جمهور رای بکنن و رئیس جمهور از بین ملاحظات که در مورد کار از یا هم در لیست وجود دارد ببینید لیست ترتیب خواهد کردن به هر شکلی که بود خوب یا بد میره برای رئیس جمهور اما یکی مسئله اعتبار پروسه است اعتبار نهادهای آینده انتخاباتی است باز هم همین تشویش موجود خواهد بود باز هم کاندید خواهد داشت این پروسه که اعتراض بکنه روی رهبری که میسون و قبول نکنه و باز هم اینو وابسته بدونه به جناح‌های مختلف سیاسی و دولتی بنان دو زمان ما مشکل حل نکردیم اصلاح چی را میگن آیا اصلاح تغییر است یا اصلاح میره به طرف بهبود ما فعلا اصلاح را خلاص ساختیم در حد تغییر یعنی ما تصور تغییر به نام اصلاح یاد میکنیم حالا که مثلا یک تصور نادرست است دیگرا فرقشون با ما چی است دیگرا وقت یک صدمه را میبینن میآموزن و میرن به طرف بهبود ما که هستیم در مو زبان که افگار میشیم و بالاخره متضرر میشیم در اون وقت بسیار سر صدا میندازیم که ما اصلاحات میاریم یعنی کار میکنیم که تا باز به اون مواجه نشیم اما زمانی که از اون بحث گذشتیم بالاخره باز فراموش میکنیم و بسیار کارهای سمبولیک که فرمایشی را سرش فوکس میکنه که اینی اصلاحات آقای رشید فکر میکنید که حکومت با این ترکیب اصلاحات میخواد و یا هم میخواد که بار دیگر وقت کشی بکنه و پروسه رو به بحران ساخت بیشتر ما تغییرات میبینم ای کاش که تغییرات در چی یعنی تغییرات در کمیسیون ها این ممکن بود که اما کلانترین ملاحظه در مورد تغییرات در کمیسیون ها هم ببینید بیشتر شما چه بحث تقسیم مطرح کردید ما ببینید سعی کنن اگر بحثی بود که ما نهادها را به اعضایش تبدیل بکنیم بسیار ساده بود بدونید که ما 16 ماه یک سفر طولانی را بپیماییم و با تمام مشکلات و با تمام چالش ها در زمان رئیس جمهور یک فرمان صادر میکرد امی کمیسیون را منحل اعلان میکرد و بالاخره میرفت به طرف امی کمیته گزینش که در قانون بود دوباره میشتن و بالاخره اسناد دریافت میکردن و مسئله را حل میکردن ضرورت نبود که ما 16 ماه سفر طولانی را بپیماییم قانون اساسی ما را نقض بکنیم انتخابات ولسی جرگه و شورای مسئولی را به وقتش دایر نکنیم بنام اصلاحات تمام پروسه را بالاخره خلاص ساختیم در حد یک کمیته گزینش و هم فقط با یک تغییر که یک نماینده گروپ زنا در اونجا اضافه شده آقای اساس باز هم حرف متوجه حکومت در مورد نیت حکومت شک وجود داره که حکومت اصلاحات نمیخواه و بیشتر دکتر عبدالله با دکتر غنی توافق کردن با این وضعیت بعضی اشخاص هسته در حکومت داخل حکومت در باخر دولت که نمیخواه در کمیسیون انتخاباتی اصلاحات به وجود بیاید و او مورای هسته که در اون وقتم شما میبینیم جنجال انتخاباتی خب در طرف ریاست جمهوری برخی از مورای دیگر اما طرف ریاست اجرایه عملا گفته شد که طرف خود دکتر عبدالله توافق کرده و بیشتر نیت نداره دکتر صاحب عبدالله هر وقت در این نیت است که باید در نظام انتخاباتی اصلاحات به وجود بیاد در اون وقتی که تفاوت نامه در بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی امضا میشه اول شرطش اینمی هسته اول شرطش ریاست اجرایی نبود اول شرطش اینمی بود که باید در نظام انتخاباتی باید تغییر آورده بشه تا هم روزی که ایستاد است اول صدایش اینمی هسته نه 50% صدا است نه 20% صدا است میگه در نظام انتخاباتی باید اصلاحات بیا وجود بیا اما اکنون دیده شد که ریاست اجرایی هم بیشتر عقب نشینی میکنه آهسته آهسته هیچ وقت ریاست اجرایی عقب نشینی نمیکنه اما دیده میشه که ریاست جمهوری عملا سر خود تحمیل میکنه ضربیش از این انتخابات ریاست اجرایی دیده که تکلب و تخطی و اینمی اعضای کمیسیون انتخابات چقدر درد به مردم میده او درد ریاست اجرایی داده نه اعلان ترکیب موجود فکر نمیکنید که یک عقب نشینی خیلی جدی ریاست اجرایی نسبت به ریاست فکر میکنیم که گامای اولیشان هسته
به هیچ زیاد وقت گام های اولی که من میگم یک تیرست آمده میشه خراب میشه اون این عادتون نیست به حیث یک مامور اوجه کار میکنه اوجه برشان لایه وظایف کلکشان داده شده که تو چی شما چی رکم اشخاصی باید اینمی پروس داخل این پروسه شما چی گونه باورمند در این هستین که رئیس مجلس نمایندگان و رئیس مجلس سنا کسانی که در انتخابات آینده یکی از طرف های انتخابات خواهد بودن کاندید خواهد بودن بیشتر بیاین اینجا به شکل مستقلانه کار بکنن فکر میکنم که رئیس صاحب اجرایه و رئیس صاحب ولسی جرگه و رئیس صاحب مشران جرگه هم دینمی چی هسته که باید اصلاح در انتخابات نظام انتخاباتی بیه و که بشامل یکی بحث حرف زدن است که اصلاح بیه یکی اصلاحات واقعی بدون سلیقه گرایی و بدون تقسیم کمیسیون انتخابات خب مشکل ما در افغانستان داریم در عرصه نهاد مشکل هست اگر مشکل نمی بود ما تا اینمی جا نمی رسیدیم ما فکر میکنیم که نمی گامای حوالشن هست ما متبادل یعنی فکر نمی کنیم که در گامای حوالی کار خراب شده دیگه نه فکر کار در هوا خراب میشه که پیرست ما و شما پیرست از روی متبادل کلگ دنیا میبینه و جامعه جهانی میبینه مردم افغانستان میبینه که واقعیت واجد شرایط مردم لیش شده یا نشده واقعا برای رجمور که نپراره و واجد شرایط میبینه و واجد شرایط هستند اگر نبود ما فکر میکنیم که اول کسی باید ریاست اجرایه باشه که اعتراض بگیره آقای رشید شما فکر میکنید که کار اول است و بیشتر کار به طرف خرابی نمیره؟ اینمی کار اول ولی بسیار کار مهم اساس است ببینید ما اگر در بحث اصلاح ساختارها فکر بکنیم بنان در ضمن از اینکه خود ساختار نقش اساسی را بر و ضرورت بر اصلاحات داره افراد هم بحث بسیار اساسی است مدیریت مستقلانه یکی از نیازهای امین نهادهای انتخاباتی است بی‌طرفی نهادها و عدم وابستگیشان به نهادهای سیاسی و افراد سیاسی که در قسمت تعیین از نقش دارند یکی از مسائل بسیار اساسی است ما در گذشته ها می‌دیدیم که رئیس جمهور متهم شد که افرادی که در کمیسیون ها کار میکنند چون بر اساس فرمان رئیس جمهور به کار گماشته شدند و متهم به این بودند که بالاخره این نهادها بی‌طرف نیستند رفتیم به طرف پیشنهاداتی که بالاخره امی صدمه را و می آسیب کم سازه دیگر رای نیافتیم دو بدیل پیدا کردیم یکی رایی که بالاخره امی افراد از طرف جمهور به پارلمان معرفی شون و رای تایید از طرف پارلمان بگیرن که حداقل امو توازن در بخش تایید امی افراد بجا شوه و تعیین شوه و صورت بگیره او رد شد از طرف سرمنگ میگفتن که خلاف قانون اساسی است گزینه دیگه ای بود که بالاخره این بحث در ابتدای یک مشورتی باشه بین نهادهای و سکتورهای مختلف و بیشتر غیر دولتی زمانی که میره به طرف رئیس جمهور طبیعتاً که رئیس جمهور با معاونینش که فعلا رئیس اجرایی است با رئیس اجرایی معاونینش و همچنان با سکتورهای دیگه دولتی مشوره میکنه از بین افراد بر اساس هم محتوای قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف کمیسیون انتخاباتی که در اونجا تناسب قومی و بالاخره جنسیتی رعایت شود و به کار گماشته شوند اینا رو ما در اینجا هم لایه اول بیشتر سیاسی ساختیم و دولتی ساختیم هم لایه دوم در بحث اول هم اینها بالاخره افراد بر اساس سلیقه و ذوق خود با انتخاب بکنن ما هنوز مشکوک هستند که یا بتانند که واقعا افراد بر اساس شایستگی و بی‌طرفی و همو خصوصیاتی که قانون تعیین کرده بود به کار بگمارن در قدم دوم وقتی رفت پیش رئیس جمهور اما پای اساس هم میگه که در اون مرحله بیشتر تمرکز صورت خواهد گرفت یعنی خرابی کار اگر خراب شود از اون زمان شروع میشه زمانی که شارت لیست میشه افراد ما شما موافق هستم که بعض در مرحله اول بسیار چالش زاست چون شما یک ترکیب کلان را در کمیته میبینین طبیعتاً که هر کس حداقل اگر یک نماینده خود دولت چیکونه 8 نفر شما دارین 8 نفر در بین 27 نفر یا 15 نفر ای بالاخره بین برای جمهور طبیعتاً باز رئیس جمهور در اونجا باز هم مستقل نیست باز هم باید مشوره بکنه بنانی بیشتر سیاسی شد بیشتر دولتی شد و ابعاد مختلف از این باید از زاویه مختلف سهمگیری ها و تقسیم بندی ها باید چی شود آقای اساسی پروسه که سیاسی شد اونجوری که آقای رشید میگه ما شما فکر بکنیم که در افغانستان این تو یک غلطی است که ما شما ببینیم رئیس مشران جرگه نماینده مردم است این از دولت نیست رئیس ولسی جرگه نماینده مردم است اگر جامعه مدنی را ببینیم نماینده جامعه مدنی هست اونجا یعنی جامعه از حقوق زن است از حقوق بشر است اگر صریحین این نهادها ما کلگش انتقاد بکنه نه اگر سوی نیت موجود نمی بود ترکیب اول چرا رد شد ما فکر میکنم که او پارلمان نمیخواد پارلمان یک چیز دیگه برای خود میگه ما نماینده مردم هستیم اما دید بر این مردم... بار دیگر میخوایم بگویم که فرمان گذشته بر اساس لابی حکومت رد شد و حکومت چنین ترکیبی را میخواست فکر میکنیم که حکومت نمیخواست و پارلمان مینیم ترکیب میخواست که پارلمان با خود میگه که ما نماینده مردم هستیم ما نمایندگی مردم باید اموج ضرور است که نماینده مردم باشه جامعه نماینده حقوق بشر میآید چرا نماینده مردم اموج نباشه اینمی چی بود که پارلمان سر انتقاد داشت که باید ما در حوزه بخاطر مردم
به نمایندگی مردم امج اما این پروسه بیشتر از یک پروسه تکنیکی و پروسه مستقل اکنون رنگ بدل کرده به یک پروسه سیاسی. ما و شما ببینیم در افغانستان اگر در دنیا ما ببینیم این چیزا کلش همین سیاسی انمی کار کمیسیون را جور میکنه. اصلا اگر ما شما در قانون اساسی صلاحیت رئیس جمهور ببینیم در وقتی که قانون اساسی ما و شما تصویب میشد در اون وقت انمی صلاحیت را برای جمهور داده بود که این رئیس جمهور باید کسایی که میبینه که باید امون کمیسر به خاطر رئیس کمیسیون انتخابات و اعضای کمیسیون انتخابات بیاره. این مثل صلاحیت ها برای جمهور داده شده بود. امروز که ما و شما میبینیم میشه که از هر جای از هر ارگان ما و شما کسی را میخوایم با وجه و ترتیب یک لیست 25 نفری باز 25 نفری میره در ریاست جمهوری سر اون فکر میشه. در اینجا آنچه را که آقای رشید پرسان گفت که در دو محور بیشتری پروسه سیاسی میشه و سلیقه گرایی صورت میگیره، هم در محور کمیته گزینش هم در محور ریاست جمهوری. ما و شما ببینیم اگر در این کمیته گزینش 3 نفر یا 4 نفر اوت کسای پیدا شه و که واقعا به مردم خدمت کنه، همو جسدای خود بلند کنه برای همو مطبوعات ببره، خب گپ حل است که یک برای یک اسناد اوت یک اسناد پیش بیاره که اینمی کسی هست با یا با وجه اینمی یا با وجه اینمی اینمی جمع پیش ده اینمی رو دشت لیست میاره. ما میگم اگر در اوت جمع حقوق بشر خراب باشه، حقوق زن خراب باشه، قزل کوزار خراب باشه، مشران جرگه خراب باشه، ولسی جرگه خراب باشه، با سرکی اعتماد. سپاسگزارم. تشکر. آقای رشید خیلی کوتاه بفرمایید که فکر میکنید که واقعا دورنمای اصلاحات بیشتر یک دورنمای روشن باشه با حرکت‌های مشکوکی که از سوی حکومت صورت میگیره. ببینید در کمیته گزینش ضمن اینکه بسات امو بوی و بالاخره خطر مسائل سیاسی و دولتی بسیار متصور است، یک چیز باید باشه که درست است که رؤسای مجلسین شورای ملی نماینده مردم هستند، اما در عین حال نمایندگی از سکتور سوم دولتی به اساس قوه ثلاثه میکنن و آنها به حساب دهی بحث چرا داخل شدن. یه مسئله اجرایی است. ما طرفدار از این هستیم که بالاخره سر محکمه یا رئیس قضا بیاد یک مسئله اجرایی داخل شود، یا رئیس شورای ملی بیاد یک بحث اجرایی داخل شود، یا خوبه بسه که اعتبار نهادها در جای خودشون حفظ باشه. اگر سبا روز این مسئله یک مسئله قضایی و عدلی بالاخره به وجود میاد، کدام نهاد او رو بررسی میکنه؟ آیا قضا در اونجا باز دست باز خود داشت یا نداشت؟ چون خودشان بحثی از این کار هستن. بنان این تشویش ها و این خطر در جای خود باقی است. بسیار تشکر آقای رشید و آقای اساس از حضورتان در برنامه خط کابل امشب و شما تشکر بنده عزیز. پس از وقفه کوتاه هم کارم رازقیار مروری بر روزنامه ها و سایت های خبری داره. خدا نگهدار. سلام و وقت بخیر، من رازقیار هستم. با بخش مرور بر روزنامه ها و سایت های مهم خبری امروز خوش آمدید. در روزنامه ها و سایت های امروز در کنار مسائل دیگر بیشتر موضوع صلح افغانستان و گفته های نیکولایس هایس هم بازتاب یافته است. حکومت وحدت ملی در سال 2016 میلادی با 5 مانع عمده مواجه است و اگر در رسیدگی و مبارزه با هر یک از آنها کوتاه بیاید ممکن به یک فاجعه بیانجامد. سایت خبری صدای آمریکا نگاشتن نیکولایس هایس هم نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان با بیان این مطلب میگوید که بقای حکومت وحدت ملی در سال 2016 یک دست آورد تلقی می شود. آقای هایس هم روز سه‌شنبه در شورای امنیت سازمان ملل گفته که بقا به معنی تعامل فعال با آزمون‌های چون مسائل امنیتی، اقتصادی، سیاسی و بیکاری می باشد. روزنامه کابل پست در مطلب نوشته است که ملا اختر منصور به خاطر سبوتاش کردن گفتگوهای صلح از پاکستان بیرون شده است. در مطلب به نقل از یک منبع با اعتبار که از وی نام گرفته نشده آمده است که اختر محمد منصور در اوایل به سوی نامعلوم رفته اما بعد مشخص گردیده که وی به ایران رفته است. اما کابل پست به نقل از این منبع نوشته است که ملا منصور ایران را نیز ترک گفته و حالا در یکی از مناطق زیر نفوذ طالبان مسلح در افغانستان به سر میبرد. این منبع گفته است که بر علاوه ملا اختر محمد منصور برخی از رهبران دیگر طالبان نیز پاکستان را ترک گفتند و به سوی نامعلوم رفتند. روزنامه سرخط با استناد به برخی گزارش ها در سر مقالهش نوشته است که طالبان مسلح پس از نشست مخفی با مقامات پاکستانی گفتند که در گفتگوهای صلح اشتراک نمی کند. سر مقاله نویس نوشته است که طالبان با فشارهایی که از سوی پاکستان بر این گروه وارد شده است مذاکرات رو در رو با حکومت افغانستان را رد کردند. سر مقاله نویس میگوید ممکن طالبان پس از پیشرفتها در برخی مناطق افغانستان تصمیم به عدم اشتراک در گفتگوهای صلح را گرفته باشد. نشریه ایریان در مطلب نگاه به وضعیت اقتصادی افغانستان انداخته است.
این نشریه می نویسد که یک سال پیش زمانی که حدود 60,000 نظامی آمریکا از افغانستان خارج شد، با آن اقتصاد افغانستان نیز متاثر شد. این نشریه به نقل از رئیس جمهور غنی می نویسد که 100,000 نفر تنها در بخش ترانسپورت کارهایشان را از دست دادند. نشریه می نویسد که وضعیت بسیار خراب نیست و بانک جهانی پیش بینی کرده است که رشد اقتصاد افغانستان در ظرف چند سال آینده آهسته آهسته خوب خواهد شد و پیشرفت‌های مهم در بخش‌های صحت و تعلیم ادامه دارد. و نشریه فارن پالیسی با پیشنهاد فرمانده نیروهای پیشین آمریکایی و ناتو در افغانستان اشاره کرده است. جنرال جان کمبل با قصر سفید پیشنهاد کرده است که نیروهای آمریکایی باید با طالبان و رهبران آنها بمباری کرده و نیروهای افغان را حمایت کند. در مطلب این نشریه آمده است که نیروهای آمریکایی اکنون در صورت اجازه حمله های هوایی را دارند که تندروهای مسلح به این نیروها و یا قوای افغان خطر مستقیم ایجاد کند. ممنون که با ما بودید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.